سال هفدهم فرزندانم هیچ احترامی برایم قائل نیستند در این مثال یعنی مثال هفدهم شخصی چنین میگوید من تنها هستم و سه دختر جوان دارم که با من رفتار مناسبی ندارند درست یادم نمی آید اوزا از چه زمانی اینطور شد اما هیچ کدام از بچه هایم به من احترام نمی گذارند. وقتی بچه بودند دخترهای دوست داشتنی و نازی بودند مثل همه بچه ها گاهی با هم دعوا می کردند و وقتی دخالت می کردم و مانع می شدم به حرفم گوش می دادند و هرچه می گفتم انجام می دادند. اما مدت هاست آن روزها سپری شده اکنون نه تنها آنچه را میگویم انجام نمیدهند بلکه مسخره هم هم می کنند. به من میخندند خندند. مثل آن است که علیه من متحد شده باشند. نمیدانم چه و چگونه این اتفاق افتاد اما وضعیت بسیار بد است. نمیدانم کی اوزا از دست من خارج شد. آبراهام در مورد این موضوع میگوید، اگرچه امروزه در فرهنگ شما پویایی خانواده ها تنوع فراوانی دارد اما عقیده عمومی نزد بسیاری از والدین وجود دارد که برخلاف نیروهای کائنات است و به نظر ما دلیل بسیاری از آشفتگی ها و پاشیدگی های خانواده ها آخرین جمله شماست که در این لحظه به زبان آوردید و آن این است چه وقت اوزا از دست من خارج شد. البته امکان پذیر است که رفتار دیگران را تا حدی به خصوص بچه ها از وقتی که پا به این جهان میگذارند و متکی به شما هستند هدایت کرد. اما مفهوم سلطه و نظارت کردن بر دیگران یا تحت سلطه و نظارت کسی دیگر بودن همان چیزی نیست که شما وقتی پا به این واقعیت زمانی مکانی گذاشتید در سر داشتید. از دیدگاهی وسیعتر میدانستید که همه چیز به طور ارتعاشی جذب می شود و بنابراین برایتان آشکار بود که برای آفرینش هر چه آرزو دارید کافی است توجه خود را معطوف به آن کنید و آن ارتباط را حفظ کنید تا از تصویر به فعل درآید. به هیچ نظارت، دستکاری یا کار سختی نیاز نیست. فقط توجه بدون مقاومت و خالص به آن چیزی که آرزویش را دارید نیاز است. زندگی چقدر آزاد و چقدر خارغلاده است هنگامی که هیچ کس تسلطی بر شما ندارد و شما نیز تسلطی بر دیگران ندارید. شما با غرایزی بنیادی متولد شده اید که نه فقط برای بقای شما لازم بود بلکه برای بقایی همراه با نشاط به کارتان می آمد. شما همچون آفرینشگری نیرومند به این جهان پا گذاشتید و قصد شما بدون استثنا این است که تا امکانات را بسنجید و درباره آنچه میخواهید درستش کنید با نیروی هماهنگی به نتیجه مشخص برسید بنابراین در واقع نوعی یاغیگری در شما به وجود آمد که نشانه آن بود که افکارتان در خلاف جهت جریان است هنگامی که قانون کائنات را درک کرده و متوجه شوید که طبیعت فرزندان شما مستقل و خلاق است احتمال دارد بدون آنکه پا در کفش آنها کنید راهنمایی هایی از سر محبت به آنها کنید و آنها نیز به گرمی همین راهنمایی ها را بپذیرند وقتی تشخیص می دهید که بچه شما مثل خود شما به این دنیا آمده تا آفریننده سرنوشتش باشد درک می کنید که چرا علیه هر کس که بخواهد این خلاقیت را از وی بگیرد تقیان می کنند. بعضی از آنها احساسی شبیه به آن دارند که بالشی روی صورتشان گذاشته شده و فشار می دهند. برخی والدین اعتقاد دارند هرچه بچه ها در شرایط حاد تغیان بیشتری نشان می دهند می باید آنها را شدیدتر سرکوب کرد. بعضی دیگر بنابر توصیه معلمان دیگر برای بچه ها زربل عجل تعیین می کنند و آنقدر بر سر خواسته خود می مانند تا او قدرت خود را دوباره به پدر و مادرش بازگرداند. در واقع نوعی در هم شکستن آنطور که مقاومت اسب را در هم می شکند و اسب را رام می کند و این کار باعث می شود تا بچه هرچه پدر و مادرش می گوید را اطاعت کند به وقوع می پیوندد. در حالی که ما اعتقاد داریم رام کردن این بچه ها ممکن است زندگی منظمتر و آرامتری فراهم کند اما در هم شکستن روحیه هیچ کس را به هیچ وجه توصیه نمی کنیم. کار والدین بسیار مقوله مهمی است و مردم مدت هاست تلاش می کنند تا رمز و رموز آن را دریابند. هیچ رابطه ای به اندازه رابطه والدین و فرزندان تمام تجربیات فرد را به یاری نمی و هیچ رابطه ای به این اهمیت نیست. زیرا از ابتدای شروع ارتعاشاتی فعال می شود که در تمام زندگی و حتی تا گور همراه آنهاست این کشمکش در فرهنگ شما مقوله جدیدی نیست و هیچگاه به هماهنگی نمی رسد مگر آنکه ارتعاشی و از طریق اندیشه با آن مواجه شوید نه از طریق عمل چه والد باشید چه فرزند یا هر دوی اینها دلیلی که اغلب در رابطه بین والدین و فرزندان بیشتر شما دچار خطا میشوید آن است که والدینی که گرفتار دردسر می شوند سعی می کنند که بچه را از طریق کلمات و اعمال هدایت کنند. این والدین با دیدگاه کلی این مقوله در هماهنگی نیستند و در این رابطه گسسته سعی در تعامل با کودک دارند و هیچ خبری از این تعامل بر نمیخیزد. فیلم فیلمنامه های بیشماری در این مورد می توان نوشت و حتی نوشته شده است که انواع رفتارهای بد والدین و فرزندان را به نمایش میگذارد. اما هر لحظه این رفتارهای ناخواسته و دشوار را می توان به آسانی حل کرد البته اگر مقولات زیر رعایت شود خطا به والدین شما پلی هستید که فرزندانتان را به این دنیا رساندید شما خالق تجربیات فرزندان خود نیستید فرزندان شما منابع نیرومندتری نسبت به شما برای راهنمایی و خردمندان اندیشیدن دارند. شما مسئول تجربیاتی که فرزندان شما خلق می کنند نیستید. فرزندانتان منابع درونی خود را برای آنچه آرزو می کنند دارند. فرزندانتان موجوداتی هستند از جنس انرژی خالص که با هدفهای بزرگ به این جهان آمدهاند. فرزندانتان مدتها قبل از آنکه آنها را به دنیا بیاورید در تکاپو بودند فرزندانتان سامانه راهنمایی دارند که دقیق و نیرومند است بزرگترین ارزشی که به فرزندان خود اعطا کنید آن است که کمکشان کنید تا ارتباطشان را با مبدع برقرار کنند نمی توانید به آنها کمک کنید تا با مبدع در واقع مبدع خود در ارتباط باشند مگر آنکه خود با مبدع مرتبط باشید. وظیفه شما نیست که فرزندانتان را به اختیار خود درآورید. هر نوع کشمکش، احساس بد، عدم توافق، مشاجره یا انتقادی که با فرزندان خود دارید ماحصل آن است که به مبدع متصل نیستید. هماهنگی شما و ارتباطتان با مبدع مهمتر از رابطه شما با فرزندانتان است. منظور از رابطه تسلطی است که به دنبال آن هستید. هنگامی که از فرزندانتان خشمگین میشوید با آنکه به راستی خشمگین هستید در هماهنگی نیستید و عذابی که میکشید نتیجه اعمال خود شماست. خطاب به فرزندان والدین شما راهی بودند تا شما به این واقعیت زمانی مکانی پا بگذارید. در حالی که والدین شما صلاح شما را میخواهند اما همیشه نمیدانند بهترین چیز برای شما چیست؟ شما پا به این جهان نگذاشتید که دستورات دیگران را انجام دهید. شما خالق رویدادهای زندگی خود هستید. شما گوستره انرژی مبدع هستید و با اهداف بزرگ پا به این جهان گذاشته اید. از طریق احساسی که دارید می توانید بفهمید که در راه درست هستید یا نه. از آنجا که والدین شما مدتی بیشتر از شما اینجا بودند، بیشتر آنچه آنها اند برای شما گرانبهاست. از آنجا که والدین شما مدتی بیشتر از شما اینجا بودند احتمال دارد کمتر از شما آن دیدگاه کلی را که قبل از تولد همراهتان بود حس کنند هنگامی که به انرژی مبدع خود متصل هستید مناسب بودن و صلاح چه را که میبینید و میکنید به خوبی میدانید به یقین والدینتان سعی می کنند تا حدودی بر شما نظارت کنند. اما لزومی ندارد علیه سلطه آنها به کشمکش بپردازید زیرا اختیار شما دست خودتان است شما زندگی خود و واقعیت آن را از طریق ارائی افکاری که برخواسته از نیت گسترده شماست در اختیار دارید وقتی از دست پدر و مادرتان عصبانی هستید با آنکه به راستی عصبانی هستید در هماهنگی نیستید و ناراحتی که احساس می کنید حاصل اعمال خود شماست مردم غالبا خود را درگیر بررسی جزئیات اعمال دیگران و درست و غلط بودن آنها می کنند اما هیچ راه حل قاطعی از این طریق به دست نمی آید مطالعات بسیار زیادی در این زمینه صورت گرفته و تحقیقات فراوانی انجام شده تا بهترین شیوه رفتار برای والدین را پیدا کنند. عقایدی که ماحصل این تحقیقات و مطالعات است به اندازه شنهای بیابان بیشمارند. روشها از نظارت کمتر تا نظارت بیشتر در حرکت است و نهایتا هم به نتیجه کارایی نمی رسد. اما کلید رسیدن به روابط عالی و سازنده در خود شماست. هنگامی که در مورد فرزندانتان فکر می کنید و بعد توجه خود را معطوف به احساسی می نمایید که در شما بیدار می شود، راهنمای کاملی برای رفتار خود به عنوان والد در اختیار دارید. بنابراین از جایی که هستید شروع کنید. من باید بر فرزندان خود نظارت و تسلط داشته باشم. من نمی توانم بر فرزند خود نظارت و تسلط داشته باشم. فرزند من غیر قابل نظارت است. فرزند غیر قابل نظارت من محکوم است به زندگی پر از دردسر. نیاز به راهی دارم که بتوانم فرزندم را تحت اختیار خود درآورم. همه این عبارات احساس بدی در شما به وجود آوردند یعنی در خلاف جهت جریان هستند که به معنای آن است وجود درونی شما درباره نقش شما به عنوان والد طور دیگری فکر می کند. اگر بر فرزندم نظارت نکنم، اولیای مدرسه او مرا والد بدی می دانند. این عبارت احساس بدی به وجود می آورد زیرا نشانه آن است که بر فرزندتان اختیار ندارید اما مربیان مدرسه او تلاش دارند که شما را به اختیار خود درآورند هیچ یک از اینها با نیت وسیع شما در مورد فرزندتان هماهنگ نیست بچه های من هیچ احترامی برای من قائل نیستند اگر آنها به من احترام نگذارند به بزرگترهای دیگر هم احترام نمیگذارند و این بر تمام زندگی آنها اثر منفی دارد. شما خیال می کنید رنجی که احساس می کنید به دلیل این بی احترامی بچه ها به شماست؟ اما تمام رنج های عاطفی به دلیل عدم هماهنگی شما با وجود درونیتان است. یعنی افکار شما در این لحظه با افکار وجود درونی شما هماهنگ نیست. بنابراین به جای آنکه سعی کنیم مشکلات والدین با فرزندان را از شروع تاریخ بررسی کنیم و شیوه های مقابله با آن را مقایسه نماییم مایلیم که همه اینها را در دیدگاهی ساده جمع آوری کنیم و هماهنگی هم افکار و ارتعاشات با انرژی درونی وجود شما را راه حل این مشکلات بدانیم. درباره این موضوع تمرکز کنید در حالی که به دنبال هماهنگی دیدگاه وسیع خود هستید. سعی کنید فکر جدید در جهت جریانی پیدا کنید که از فکر قبلی شما اندکی بهتر باشد و این روند ادامه پیدا کند تا برایتان آشکار شود وجود درونی شما درباره مسئولیت چگونه فکر می کند. خیلی بدم میآید وقتی دخترهایم به من بی احترامی می کنند. آنها درست در برابر من این کار را می کنند بدون آنکه بدانند این کار چقدر مرا ناراحت می کند. آنها این کار را درست در برابر من انجام می دهند و اصلا هم برایشان مهم نیست چقدر حالم را بد می کند. این درست همان اتفاقی است که افتاده و شما احساس بدی درباره آن دارید. حالا سعی کنید افکاری در جهت جریان پیدا کنید بدون آنکه از آنها بخواهید رفتارشان را عوض کنند زیرا شما بر افکار و احساسات خود و نه بر افکار و احساسات آنها تسلط دارید این قضیه شخصی نیست آنها به هیچ بزرگتری احترام نمیگذارند این جمله احساس بهتری پدید نمی آورد زیرا شما درباره این موضوع نگرانید که چگونه رفتار بیادبانی آنها بر آیندهشان تأثیر می گذارد. در حال حاضر خیال نداریم وقت بیشتری صرف توضیح این موضوع کنیم که چرا افکار شما احساس بهتر یا بدتری پدید می آورند. زیرا روند کار را کند می کند و ممکن است شما را به جهت ناخواسته ای براند. فقط سعی کنید از طریق گزینش افکارتان احساس بهتری به سراغتان بیاید. وقت خوبی است یادآور شویم در حالی که سعی دارید قایقتان در خلاف جهت جریان پیش برود چطور به پاروها چنگ میزنید؟ در حالی که وقتی در جهت جریان هستید چطور پاروها را زمین میگذارید و با جریان پیش می روید؟ سعی کنید دست از نظارت و تسلط بر دخترانتان بردارید و ببینید چه احساس آرامشی به شما دست می دهد. هر کاری که به فکرم رسیده کرده هم. هر کتابی که به دستم رسیده خاندم این موضوع اولین چیزی است که هنگام بیداری به فکرم می رسد و آخرین فکری است که شب به هنگام خوابیدن دارم. نمیدانم چه بکنم. تسلیم شدم. اکنون بر آنچه احساس می کنید تمرکز کنید. آرامش تسلیم شدن را تجربه کنید. یادتان بیاید که در آرامش ارزشی نهفته است چرا که نشان میدهد مقاومت شما کاهش پیدا کرده است هر بار که در تعامل با دخترهایتان احساس ناراحتی کرده اید ولو اندک آرزویی به خصوص را به کائنات ارسال کرده اید و اکنون که همه چیز را به آرامش نهاده اید به سوی آن آرزوها حرکت می کنید. بنابراین حالا به افکاری دسترسی دارید که احساس بهتری به شما میدهند مجبور نیستم قضیه را همین حالا حل کنم. کار من نیست که راه حلی برای زندگی آنها ارائه بدهم. تمام ساعتهای روز هم برای حل مشکلات روزانه دخترهای من کافی نیست. فکر می کنم تا به حال وقت خیلی زیادی برای انجام این کار صرف کردم. چیزهای دیگری هم هست که می توانم به آنها فکر کنم. دخترها بخش بزرگی از زندگی مرا تشکیل می دهند ولی من برای خودم هم زندگی دارم. وقتی فکر می کنم قضیه دخترها را مدتی کنار بگذارم احساس خوبی به من دست می دهد. دخترهایم احتمالا از این تصمیم استقبال می کنند. اکنون احساس سبکی می کنید. از موضع ارتعاشی فعلی احساسات منفی قبلی به نظرتان خندهدار می آید. در این نکته که دخترهایتان هم مثل شما احساس سبکی را که به شما دست داده است ستایش می کنند رگه از تنز پیدا کنید اگر دائم سر به سر آنها نگذارم دیگر نمیدانند چه بکنند خیلی بامزه است که به جای بی احترامی تعجب آنها را ببینم عقب نشینی من احتمالا نمیتواند به نتایج منفی بیانجامد زیرا کارهایی که تا به حال انجام دادم نتایج مثبتی در بر نداشته دوست دارم دخترهایم را از نگاه وجود درونیم که سرشار از محبت است ببینم آن احساسهای قدیمی فوقالعاده برایم آشنا هستند آن زمانها هر یک از آنها به نظرم کامل می آمدند و احساس نشاط برای آینده خود داشتند دلم میخواهد دوباره همان احساسهای قدیمی درباره آنها بازگردند از خود میپرسم ساعت چند است؟ باید به زودی به خانه بازگردند از دیدن آنها خوشحال میشوم همه چیز پر از شادی است نمیتوانیم با یقین به شما بگوییم که مشکلات شما با دخترهایتان با این تمرینات کاملا از میان خواهد رفت اما شما با مبدع خود به هماهنگی هنگی رسیده اید. اگر مصمم باشید افکار آرام بخش را در هنگامه ناخوشی ها پیدا کنید این رابطه دگرگون خواهد شد هنگامی که نسیم اشتیاق شما به صورت دخترهایتان برای اینکه واقعیت‌های زندگیشان را خود بیافرینند بوزد و آنها را تشویق هم بکنید بخش عمده دافعی آنها در برابر شما از میان خواهد رفت انگار بالش را از صورت آنها برداشتید حالا می توانید دوباره به قایق خود بازگردید و به سفر پرنشاط خود در این زندگی پر از شگفتی ادامه دهید